اینکه ما آب رو به شرق کشور به وسط کویر رسوندیم یعنی محیط زیست. اینکه استانهای مختلف شرقی ما در آینده از آب شیرین شده دریا، دریای عمان یا خلیج فارس استفاده خواهند کرد، اینا همه یعنی محیط زیست، یعنی یک مجموعه کارهای عظیمی در کشور شروع شده که حالا به بخشش من اشاره کردم، بخشای بسیار زیادی وجود داره. اینکه ما همه مشعل‌ها رو در جنوب خاموش کردیم و داریم ازش برای پتروشیمی استفاده می‌کنیم، اون عرض کنم پالایشگاه بزرگ بیت بلند رو افتتاح کردیم، یعنی محیط زیست. محیط زیست ابعاد بسیار مختلفی داره. اینکه تالاب‌ها و دریاچه‌ها باید احیا بشه و حق اونها ستانده بشه و حقابه‌های اونها به اونها داده بشه، یعنی محیط زیست. در مجموعه در محیط زیست در دولت 11 و در دولت 12 کار بسیار عظیم و بزرگی صورت گرفته که وزارتخونه‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف همه حضور داشتن و دخالت داشتن. اینکه ما در خوزستان یک بخش بزرگی برای گرد و غبار رفتیم نهالکاری کردیم و تلاش بسیار زیادی در پایان دولت 11 و در دولت 12 انجام گرفت برای محیط زیست بود. ما امروز می‌بینیم محیط زیست ما از 8 سال پیش بهتره. این معنیش این نیست که همه مشکلات تمام شده. در محیط زیست ما باید با کشورهای همسایه مشارکت کنیم، با منطقه مشارکت کنیم. برخی از مسائل ما مربوط به کشورهای همسایه ما میشه، برخی از مسائل مربوط میشه به اینکه همسایگان ما باید در تصرف آب رودخانه ها عدالت رو مراعات بکنن. اینکه حالا دو رودخانه بزرگ و مهم دجله و فرات همش بخواد یک کشور استفاده کنه، کشور پایین دستی محروم بشه، خشک بشه، خب آثارش برمیگرده به اون کشور و کشور همسایه که ما هستیم. به هر حال اینکه در شرق کشور ما همه سدها بخواد ساخته بشه و آب به اندازه کافی وارد منطقه سیستان و بلوچستان وارد دریاچه هامون نشه، خب این یعنی مشکل محیط زیست. ما باید یک کار عظیمی انجام بگیره تو مجامع بین المللی، تو کار سیاسی، تو کار علمی، در زمینه آب، در زمینه خاک. این مجموعه اگر همه دست به دست هم داد، اون وقت میتونیم برسیم به یک شرایط محیط زیستی که سالم هست، قابل قبول هست و میشه اون رو پذیرفت.